این که آدم بی غیرتی مثل تو دوست منه، فکرشم اذیتم میکنه. خودت اذیت نمیشی؟ خودم دیدم دوتاتون چطوری با آبروی خانواده هاتون بازی میکرد. منو داری به کجا میکشونی نیش؟ بخوام باهات نیامم نمیشه. چقدر خودخواه شدی امیر. تو فقط به فکر خودتی که خودت چی میخوای. ولی الان فقط تاریکی و یأسه که همه جا رو گرفته. کوئی چاند رکھ میری شام پر. صبح بخیر زنداداش. صبح بخیر سریا. چطوری؟ من که خوبم. تو بگو ببینم حالت خوبه؟ عجیبه، با اینکه ما توی خونه ایم ولی اصلا همدیگر رو نمیبینیم. تو هم از دستم ناراحتی، تو هم ازم گله داری. چیزی گفتی؟ نه هیچی. راستش من وقتی بیدار میشم تو مامان خوابین، وقتی هم برمیگردم خونه اکثر اوقات نیستین. آها، پس یعنی اگه ما هم دیگر رو نمیبینیم علتش من و مامانمیم. نه نه، منظورم این نبود سریا، فقط این خواهش رو دارم که یه ذره به هم وقت بدین، یه ذره به هم فرصت بدین. میدونم برای اینکه تو دل بقیه جاشی، بقیه بهت خوب بگیرن یه ذره زمان لازمه. حالا میبینی زمان که بگذره ما دوتا همدیگر رو بهتر درک میکنیم. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ چیزی نیستن داداش. خب میتونم یه چیزی رو باها در میون بذارم؟ آره حتما، چرا که نه. میتونم بهت اعتماد کنم؟ معلومه که میتونی، اصلا پشیمون نمیشی. باشه. راستش زن داداش، اون دوست زینال هست یا جدیدن؟ جدیدن خیلی ازش خوشم اومده. واقعا؟ چطور؟ مگه مشکلی داره؟ نه هیچ اشکالی نداره. تازه تا جایی که من خبر دارم سیا پسر خیلی خوبیه، شریفه، مهربونه. پس میشه که حرف بزنی؟ با کی؟ با زینال؟ نه با داداش زینال نه، با اون. اون کیه؟ منظورم سیاست. با سیا من چطوری؟ سریا آخه چی بهش بگم؟ زن داداش، واسه همین به شما گفتم دیگه. دلم میخواد تو با روش خودت باهاش حرف بزنی. این که تو دلش چیه زن داداش، این کار ازت بر میاد. لطفاً زن داداش ازش بپرس. من واقعاً ممنونت میشم. لطفاً زن داداش. باشه صبحانتو بخور. الو رباب کجاست؟ اینجا نیست. عالیه. صبحت بخیر. صبح بخیر. صبح به این زودی، همه چی خوبه؟ با خودم گفتم معلوم نیست شب چطوری گذشته، حداقل صبح تو قشنگ کنم.
ممنونم. در واقع قدردانم ازت. برای چی؟ برای تمام محبتایی که نمیدونم لایقش هستم یا نه. زینال یه چیزی بگم، تو خیلی خوششانسی. چرا؟ چون بقیه یه مشکور و کچل دنبالشونن، ولی تو خوششانسی که یه فرشته برات میمیره. حالا اگه منم خوششانس نباشم، تو یکی خیلی خوشخیالی. نه خیرم. باشه، حالا بهم بگو چرا زنگ زدی. اون پایین نشسته برای صبحانه منتظرمه. میخواستم درباره سیا صحبت کنم. زینال خیلی اعصابمو خورد کرده. شبانه روز زنگ میزنه، پیام میده، کلافم کرده. چی؟ چه زری میزنه؟ مگه تو حالیش نکردی؟ خیلی باهاش حرف زدم، ولی گوشش بدهکار نیست. حرف تو سرش فرو نمیره زینال. حس میکنم که این فرشته اونم جادو کرده. کلن دیوونه شده. بهش نشون میدم جادو یعنی چی. ببین چه بلایی سرش میارم. باشه گوش کن، بیا همو ببینیم. باید با هم حرف بزنیم. در اصل باید بشینیم در مورد سیاه حسابی صحبت کنیم. باشه عزیزم. البته امروز دارم میرم شرکت، یکمی کار دارم. واقعا؟ تبریک میگم. خیلی ممنون. الان ملاقاتمون واجب نشد زینال. میخوایی مرحله جدید از زندگی تو شروع کنی؟ حتما باید شیرینی بدی، اونم فقط به من. آره خیلی خوب. باشه بعد شرکت بهت زنگ میزنم بریم یه قهوه بخوریم. عالیه، خیلی خوب. باشه فعلا. گوش کن، یادت نره دوستت دارم. دوستت دارم. خدافظ. خدافظ. میبینم دیگه فعلا. وای دیرم شده. زینال، هر روز حاضر شدنت انقدر طول بکشه من چی کار کنم؟ مثل اینکه دیرت شده. نگران من نباش، صبحانه‌مو میخورم میرم. تو برو بیمارستان. برو. مهم نیست من دیرم شده یا نه، تا به تو صبحانه ندم هیچ جا نمیرم. تازشم. امروز اولین روزه که شوهرم میره شرکت. منم از اون زناییم که خیلی ناز شوهر رو میکشن، کلی هم ذوق میکنن. امروز خیلی هم خوشتیپ شدی. ممنون. ممنون برای توجهت. نمیدونم تو کی قراره اینو بهم بگی. تو قشنگی و خوش لباسی، چه نیازی به گفتنه؟ این که کلماتت به رفتارت بخوره خیلی مهمه، وگرنه که وگرنه دکتر سری دست مریضشو میخونه. امشب شام بریم بیرون؟ مشکلی هست؟ راستش من امشب میخوای یکی دیگر رو ببینی؟ قرار داری؟ ببخشید داشتم شوخی میکردم، ناراحت نشو. فکر کنم هر دومون دیرمون شده. من مهم نیستم، تو تأخیر نداشته باش. قبل رفتنتم یادت نره به مامان التماس دعا بگی.
دعای مادر باعث موفقیتت میشه. خدافظ. اگرم فرصت کردی شب بهم یه زنگ بزن. من رفتم. فقط تویی که تو قلبم جا داری، فقط تو نیایش، فقط تو مال منی، نه هیچ کسی دیگه. زینال حالا بگو با سیا چی کار کنی؟ اعصابمو به هم ریخته دیگه. مار تو آستین پرورش دادم. هیچ وقت حتی فکرشم نمی کردم دوستم یه همچین کاری با هم بکنه. الو. سلام قربان، روز اول کار چطور بود؟ خوب بوده. بگو. پس میتونیم عصرمو ببینیم؟ نه رو بابا، امروز نه. اولین روزیه که اومدم شرکت. احتمالا دیرتر بیام خونه. یکم طول میکشه از کارم سر در بیارم. باشه، ابی نداره. وقت تو نمیگیرم، به کارت برس. ولی باید زنتو هم درک کنی. باشه، یه روز دیگه شام میریم بیرون. باشه؟ اینم خوبه. باشه، فعلا. خدافظ. الان ملاقاتمون واجب نشد زینه؟ میخوایی مرحله جدید از زندگی تو شروع کنی، حتما باید شیرینی بدی، اونم فقط به من. منو داری به کجا میکشونی نیایش؟ بخوام باهات نیامم نمیشه. زندگیمو به دو کفه ترازو تقسیم کردی نیایش. هر کدومش چقدر وزن داره؟ اصلا درک نمی کنم. از یه طرفم که اون دایید از پسر خودش متنفر شده. راستشو بخوای رباب، اگه یه ذره هم میدونستم که پسرم به چنین حال و روزی میفته، هیچ وقت تو رو به عنوان دخترم تو این خونه نمی آوردم. کاش هیچ وقت این کارو نمی کردم. به اون روز لعنت میفرستم. ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی رو زندگی تأثیر میذارن.
نور کم باشه خوب نمیتونی ببینی، همه چی تار میشه. من میتونم ناراحتیم از امیر رو ابراز کنم، ولی چقدر میشه ادامش داد؟ الان حس میکنم منم یه روز این ابرار دور از جونتون دهی. سلام زنده ای، چطورین؟ چطور میتونم باشم دخترم؟ همه چیو که با چشم خود دیدی و رفتی، دیدی که امیر چه حال و روزی داره. اسدم که خیلی ناراحته، تو خونه فقط اعصاب خوردیه. از اون طرفم که نیایش همش با دوستاش میچرخه. زنده ای لطفا مراقب خودتون باشین. خدایی نکرده اگه شما هم حالتون خراب شه. کی میخواد به دایی و امیر برسه؟ شما که میدونین امیر از لحاظ روحی مریضه، نیاز به مراقبت داره. نگران نباشین، همه چی درست میشه، امیرم خوب میشه. خدا از دهنت بشنوه دخترم، ولی الان فقط تاریکی و یأسه که همه جا رو گرفته. باشه، شما حالا غصه نخورین، یکی دو روز دیگه من به امیر یه سر میزنم، باش حرف میزنم. باشه. نیایش کجاست؟ الان گفتم دیگه، رفته پیش دوستاش. حتما سلام منو بهش برسونین. فعلا برم. خداحافظ. خداحافظ. اولین روز تو شرکت چطور بود؟ خب چطور باشه؟ کل روز با آشنایی با کارمندا گذشت. کم کم سر در میارم کارو از چه قرارن. حالا تصمیمه چیه زینال؟ هم در مورد زندگی خودت، هم در مورد رباب. تو که میدونی هر چقدر طولش بدی بیشتر گرفتار میشی. رباب علاقهی بهت نداره. برای چینو نمیفهمی؟ امیر علکی دیوونه نشده، حتما ربابم یه کرمی بهش ریخته دیگه، وگرنه داداش من هیچ وقت اینطوری نبوده. بابام منو تو دوراهی عجیبی انداخته، دست و دلم میلرزه. حس میکنم اگه به رباب بد کنم روح بابام خیلی اذیت میشه. زینا لطفاً، تو کدوم دنیا سیر میکنی؟ تو چه زمونه ای زندگی میکنی؟ تو که میدونی وقتی یکی از این دنیا میره دیگه هیچ ارتباطی با مسائل اینجا نداره. ما تو این زندگی هستیم و باید خودمون براش تصمیم بگیریم. خودت باید خوشحال باشی زینال. زندگی کردن این مرده ها رو بذار کنار. راستش رو بگو زینال، از بودن کنار کی لذت میبری؟ من یا رباب؟ باور کن الان هرچی به هم بگی یک کلامم حرف نمیزنم. اگه بگی که دوست داری کنار رباب باشی، من ساکت پا میشم و میرم. هم از روی این صندلی، هم از زندگیت.
فقط تویی که تو قلبم جا داری، فقط تو نیایش، فقط تو مال منی، نه هیچ کس دیگه. زینال حالا بگو با سیا چی کار کنیم؟ اعصابمو به هم ریخته دیگه. مار تو آستین پرورش دادم. هیچ وقت حتی فکرشم نمی کردم دوستم یه همچین کاری با هم بکنه. صد بار بهش گفتم زینال که هر چی بوده اتفاقی و از روی حسادت بوده، ولی اصلا حرف گوش نمیده. احمق فکرم میکنه که من عاشقش شدم. چی؟ تا حالا قیافه خودشو دیده؟ باشه، حالا حساب اونم میذارم کف دستش. دلم میخواد دستتو بگیرم و باهات دور دنیا رو بگردم. چقدر رباب بدبخته. با اینکه همسری مثل تو داره، بازم تو دنیای خودش غرقه. خواهش میری آتش بنی، کیا کیا مگر سازش بنی. این مسخره بازی یعنی چی؟ بس کن دیگه. این دود از سیگارت نیست، دودمان خانوادته که داری تک تکشون رو میسوزونی. سانسی میری لوٹ میرا چینا، سونا لگه منوا میرا بجنے لگه نینا. جیسے ستارا تقدیر ہارا، کرتا رہا التجا کوئی چاند رکھ میری شان. چقدر خودخواه شدی امیر، تو فقط به فکر خودتی که خودت چی میخوای، چی به سر خودت اومده و به بقیام کاری نداری. اونایی که اینقدر دوست دارن اصلا برات اهمیتی ندارن، تو این حد خودخواه شدی؟ بهت التماس میکنم امیر، این لجبازی رو تمومش کن، تو رو خدا تمومش کن. سلم ہے آوار اپن کا سلا، سکھے سکھے سے رشتے بھیگا بھیگا گلا. او رکے رکے سلم ہے آوار اپن کا سلا، سکھے سکھے سے رشتے بھیگا بھیگا گلا. شب را کوئی چاند رکھ میری شام پر، میرا دل جلے تیرے نام پر. کوئی چاند رکھ میری شام پر، میرا زینال نمیخواد من با تو حرف بزنم. از این دوستی من و تو اصلا خوشش نمیاد.
برای من مهمه. برای تو مهم نیست، ولی برای من هست. زینال شوهر خواهر منه و منم دلم نمیخواد به خاطر این دوستی معمولی من و تو زندگی خواهرم خراب شه. ببین سیا، هر چی بهت گفتم همونه. تو هم دیگه بهتره این موضوع رو درک کنی. بیشتر از اینم نمیخوام توضیح بدم. سلام. علیک سلام. کاش چیز دیگه ای از خودم میخواستم، شاید اونم براورده میشد. ولی چی میخواستم؟ زن داداش رباب خونن؟ راستش یه کار خیلی مهمی باشون دارم. زن داداش خونه نیست، رفته بیمارستان. شاید الان برسه. تو بیا بشین. نه فکر کنم برم بهتر باشه. میبینمت، مراقب خودت باش. سلام زنده داش، چطوری؟ علیک سلام، من خوبم، تو چطوری؟ من هم خوبم، خیلی ممنون. زنده داش، سیا برای زینال نیومده، اومده شما رو ببینه. منو ببینه؟ میخوای دارو بنویسم؟ یا قلب درد داری؟ جیگرت میسوزه؟ یا چیزای دیگه؟ امید به شفا دارم، شما رو که دیدم اینجوری احساس میکنم. منظورت چیه؟ منظورم اینه که اگه اشکالی نداشته باشه یه صحبت خیلی مهم خصوصی باتون داشته باشم. اگه ناراحت نمیشی، یه موضوع مهمی هست که منم باید بهت بگم. واقعا داری جدی میگی؟ 100%. اگه اشکالی نداره امکانش هست برامون چای درست کنی بیاری؟ حتما. بفرمایین. شما بفرمایین. سریا؟ سریا کجایی دختر؟ جانم ماما. چه تدارکی؟ کسی داره میاد؟ نه نمیاد، اومده. کی؟ سیا اومده. فهمیدم، پس برای همینه. فکر کنم اومده که در مورد من حرف بزنه. نمیتونه جلو داداش زینال مستقیما صحبت کنه، واسه همین شاید الان اومده. حالا تو در موردش با رباب صحبت کردی؟ معلومه مامان، همه چی رو به زن داداش رباب گفتم، واسه همین تنهاشون گذاشتم و اومدم چای درست کنم. خیلی باهوشی، کار خوبی کردی. باشه، این که رباب باهاش حرف بزنه بهتره. اگه فردا چیزی شد خودش بتونه جمعش کنه، دیگه زینال به ما گیر نده. مامان، برای چی باید چیزی بشه آخه؟ شما همیشه از همین حرفا میزنی، نمیبینید چقدر ذوق دارم؟ میدونم که خیلی ذوق زده ای، بایدم باشی، حق داری. ولی ببین، تو فعلا خیلی کوچیکی، اصلا نمیدونی این مسائل چقدر حساسن. اگه بعدن اتفاقی بیفته، حداقل زینال به ما کاری نداره. مامان، من که دیگه بچه نیستم، بعدنم قرار نیست اتفاقی بیفته. باشه بابا بزرگی، اینا رو ببر. مامان این حال بده، حال بده. اینقدر غرق صحبت شدیم زمانو حس نکردیم، چایم اومد. زینال سلام. علیکی سلام.
شما بشینین صحبت کنین، منم یکم دیگه میام. حتما زنده داشت. داداش واسه از اینجا برو، برو سریا. زنده داشت وایسا، یه لحظه وایسا، بگو که سیا به چی گفت. دختر آروم باش، تو این چیزا اینقدر عجله نمی کنن. واسه چی عجله نمی کنن؟ حالا ولش کنه، در مورد من چی گفتش؟ هیچی، ولی من همه حرفامو بهش زدم، منتظر جواب سیا هستم، امیدوارم جوابش مثبت باشه. واسه چی ازش نپرسیدی میخواست خصوصی چی بهت بگه آخه؟ ای بابا فرصت نشد، زینار سری اومد. حالا نگران نباش، خودم زنگ میزنم به سیا و میپرسم. بعدشم حالا مگه چه حرفی میتونه باشه که میخواد وقتی زینار نیست بهم خصوصی بگه؟ تو نگران نباش، من دیگه برم. باشه. سلام زینال، چی کار داری میکنی؟ عقل از سرت پریده یه هوش و حواس برات نمونده؟ نه، دازه عقلم اومده سر جاش، اتفاقا حواسم هم حسابی جمع شده. خوب رو سرت سوار شده. کیو داری میگی؟ دارم نیایشو میگم. نیایش؟ من که بهت گفته بودم از نیایش فاصله بگیر، انگار یادت رفته. فکر کردی تو صاحبشی؟ باید خجالت بکشی، این که آدم بی غیرتی مثل تو دوست منه فکرشم اذیتم میکنه. خودت اذیت نمیشی؟ میدونستم تو این مسائل رو درک نمیکنی، برای همین بهتر خودتو بکشی کنار. راست میگی؟ واقعا؟ خودم دیدم دوتاتون چطوری با آبروی خونواده هاتون بازی میکردی. کانال ما رو سابسکرایب کنید، حمایت شما به ما روحیه میده.